سلام دوستان و عزیزان، در خدمتون هستم. برای فال جدید با هم میپردازیم به فال او و رقیب. دوستان عزیزان، من مثل همیشه خوش آمد میگم به شما. دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین، خیلی خیلی خوش آمدین دوستان، صفا آوردین و همچنین سپاس فراوان شما دوست یاری که هستین در کنارم. عزیزان دل، بریم ببینیم چه خبر هست. هرچند که من این فالو سعی میکنم نگیرم، ولی آنقدر که تقاضا برای این فال زیاد هست که نمیتونم رد کنم این تقاضا رو. خب دوستان، بریم ببینیم که در این فال چه خبر هست. عزیزان دل، من برای این فال دو تا انتخاب میذارم، یکی سنگ سیاه و یکی سنگ قرمز. انتخابتون رو انجام بدین. دوستانی که نمیتونن انتخاب کنین، فقط انتخاب سنگ سیاه رو نگاه کنین. عزیزان دل، حرفی رو که من باید به شما گوش زد کنم، اولا مطمئن بشین به اینکه رقیب دارین و بعد بیاین بشین فال نگاه کنین و بعد در نظر داشته باشین که این فال‌های عمومی و جنرال هستن. یعنی ممکنه که یه چیزایی به شما بخوره و بقیهش به نخوره. خب پس خودتون رو ناراحت نکنین. اگر که ببینین که اوضاع گل و بلبلی هست یا خیلی بهبه چهچهی هست، ممکن هستش که یک مقداری کارت ها اغراق کنن، چون انرژی کلی و جنرال هست. خب من سخن کوتاه میکنم و میرم سراغ انتخاب اولمون که انتخاب سنگ سیاه هست. سلام به دوستان و عزیزانی که انتخاب شما انتخاب سنگ سیاه بود. دوستان با هم دیگه ببینیم که شخص مورد نظر شما و رقیب چه خبر هست بینشون. خب من این سنگ کنار میذارم و میرم سراغ فال. ازتون خواهش میکنم اولا مطمئن بشین به اینکه رقیب دارین دوستان، همینجوری خودتون رو داغون نکنین واسه یه فال. و دوم اینکه عزیزان دل، ازتون خواهش میکنم که لایک کنین، که لایک های شما باعث میشه که این کانال باقی بماند. خب من کارتا رو مخلوط میکنم و اولین موضوعی که با هم دیگه، اولین خط رو میریزم و بعد با هم دیگه میشینیم نگاه میکنیم. خب من این کارت اینجا میذارم، افتاد، و این کارت رو اینجا میذارم. اوکی، خیلی خوب. از کارتای تاروت استفاده میکنم دوستان و بعد میریم سراغ کارتای دیگه هم. میریم با هم دیگه ببینیم چه خبر هستش. همینجور من خط اول رو میخونم، همینجور که دارم میخونم روی کارتای دیگه هم میکشم. خب من اولین کارتی رو که اینجا دارم میبینم برای شخص مورد نظر شما، شخصی هستش که واقعا گرایش های حالا از نظر فشاد فیزیکی و جنسی آدم فعالی باشه. این شخص دیدی که بر روی رقیب داره، بیشتر دید و نگاه جنسی من اینجا دارم میبینم و رقیب به چه صورت هستش دوستان؟ کاملا برعکس. رقیب آدمی هست تنها، رقیب آدمی هست که درد داره، آدمی هست که اصلا به هیچ عنوان از زندگیش با شخص مورد نظر شما، حالا از رابطهش، آنچنان راضی نیستش. خب من کارتای دیگرم میکشم ببینیم که کارتای دیگه بهتون چی میگن. خب شخص مورد نظر شما ببینید، دقیقا مثل یک شخصی دارم میبینم که در ارتباط با رقیب داره رفتار میکنه که احساس میکنم که این شخص احساس میکنه که جوان هست. یعنی یک حالتی هستش که یک رابطه هستش که در اون حالا ممکن هستش که برای یک سری رابطه تازه‌ای باشه، برای یک سری دیگه که رابطه تازه‌ای نباشه. ممکن هست اگر با هم دیگه فرزند دارن موضوع فرزندشون باشه. اگر که با هم دیگه فرزند ندارن دوستان، توجه کنین که این شخص به هر حال مسائلی هستن، چیزای کوچیکی هستن در این رابطه که حالش رو خوب میکنه. خب ببینیم که اون به چه صورت هستش، رقیب در چه حالتهایی هست. رقیب دارم میبینم که اون نه، اون اصلا به هیچ عنوان خیلی شک داره نسبت به شخص مورد نظر شما و چشمش رو فعلا روی این شخص بسته، نمیخواد حقیقت رو ببینه، برای اینکه شاید شکایی داره، نمیدونم یه مسائلی به هر بینشون وجود داره که اصلا به هیچ عنوان رقیب خوشحال نیست، بلکه رقیب بیشتر ناراحت هستش دوستان. شخص مورد نظر شما دوستان دارم میبینم که اینجا کسی هستش که داره تصمیماتی رو میگیره در ارتباط با رقیب، یک سری از مسائل داره چیکار میکنه، روشن میکنه. آدمی هستش که دوستان شاید
واقعا حالا این حرف از مسائل جنسی یا فیزیکی اینجا که داره میزن در ارتباط با شخص مورد نظر شما، شاید همین مسئله رو هم اونجوری که دلش بخواد نداره با این شخص. به هر حال تصمیمی رو داره میگیره به این زودی و شخص مورد و رقیب دارم میبینم که ببین شکش زیاد هستش، با اینکه دارم میبینم که اینجا ببین شکش باز هم اینجا افتاده، مسائلی هستن که آزارش میدن، ولی با همه این احوال که مسائلی هستن که آزارش میدن، دوستان توجه کنین، این شخص دارم میبینم که خیلی هم به شخص مورد نظر شما وابستگی داره، وابستگی داره و اینکه مسائل سمی متوجه شده که بینشون زیاد هستش، ریسمانی هست بین خودش و این شخص مورد نظر شما که این ریسمان رو نمیتونه ببره. خب ببینیم کارت بعدی رو دوستان، ببینیم چه خبر هست. دو تا کارت دیگه هم میکشم ببینم که چه جور هستش. بله، برای سریا ممکن هست واقعا در یک تعهد باشه شخص مورد نظر شما. حالا آیا این تعهد با شما هست یا تعهدی هستش که با شخص با رقیب هستش، به هر حال به خاطر یک سری از تعهداتی دارم میبینم که این شخص مجبور هستش که حالا بمونه، یا اینکه به خاطر این تعهداتی که دیگه‌ای که در زندگیش هست باید تصمیمات اساسی رو بگیره، یا رومی روم یا زنگ زنگ. شخص رقیب داره به دنبال راه حلی میگرده، به دنبال راه حلی برای دراز مدت با شخص مورد نظرتون داره میگرده و اینکه میخواد که گشایشی در این رابطه باشه که از این حالتهای بد بخواد در بیاد. خب بریم ببینیم که کارت‌های دیگر رو بریم با هم دیگه ببینیم دوستان. خب ببینیم اولا شخص مورد نظر شما دوستان دارم میبینم در گذشته هم شخصی بوده مثل یک شکارچی، حالا آیا خودش صید شده یا این شخص شکارچی بوده، به هر حال دارم میبینم که در آدمای دور و بر زیادی دور و برش بودن، تعدادش روابطش شاید متعدد بوده دوستان. اوکی پس این گونه هستش. حالا به هر حال دارم میبینم که در گذشته امید بر این داشته که شرایطش عوض بشه، شاید هم این شخص مورد نظر شما در مقام قربانی بوده و قربانی یک رابطه‌ای بوده و اینکه امید بر این داشته که با اینکه قربانی بوده شرایطش متفاوت بشه و یک جور دیگه بشه و با گذشت زمان همه چیز درست بشه. رقیب اینجا دارم میبینم آدمی بوده که در یک ناراحتی بوده، در یک غم بوده دوستان، در یک تنهایی و عزلتی بوده، آدمی بوده که خسته بوده از زندگیش، در گذشته هم خستگی این شخص رو میبینم، آدمی بوده که استقامت کرده، آدمی بوده که سعی کرده از حقوق خودش دفاع کنه و به زندگی روزمره فقط میرسیده، به خودش شاید بچه اگر داشته، اگر که دوربریایی داشته میرسیده و حتی به شخص مورد نظر شما ممکن هست باشه، وگرنه اگر که به صورت جداگانه میخوام ببینم شخصی هستش که زندگیش در دستش هست و آدمی هستش که خیلی استوار هستش ولی بسیار تنها و خسته. شخص مورد نظر شما بله آدمی بوده که به هر حال دلبری زیاد میکرده، آدمایی بودن دور و برش بودن و اینکه خوشش میامده که هر دفعه یک گلی جدیدی شاید در باغچه‌اش بروید و رقیب رو دارم ببینیم، رقیب هم دارم ببینم در زندگیش از یک تغییرات بسیار بزرگی به وجود آمده بوده، یک مسئله، حالا یک جابجایی دارم میبینم توی زندگی این شخص در گذشته، حرکت میبینم، آیا از جایی که زندگی میکرده دور شده به جای دیگه آمده و یا اینکه به هر حال اتفاقاتی توی زندگی این شخص افتاده. من یک کارت دیگه روش بکشم. بله دارم میبینم که در گذشته رقیب از یک رابطه دیگه در اومده دوستان، رابطه‌ای که در اون احساس بوده، رابطه‌ای که در اون
به خاطر همین بوده که شاید احساس تنهایی میکرده و خیلی منتظر شخص مورد نظرش بوده و اینکه شخص مورد نظر شما وارد زندگی شده، شخصی که اون رو ترک کرده، شاید رهاش کرده و رفته و دارم میبینم که و اینکه سر راهش این شخص قرار گرفته. خب دوستان بریم ببینیم که کارت های دیگر رو با هم دیگه ببینیم از نظر حالا احساسی به چه صورت هستن. خب ببینید دوستان، شخص مورد نظر شما زخم روحی طرد شدن رو داره. ببینید الان دارم میبینم که احساس میکنه که از جایی طرد شده، احساس میکنه که شاید در رابطهش رو با رقیب اون چیزی که دلش میخواد وجود نداره و دارم میبینم که سعی میکنه که یک آرامش و یک تعادلی رو به وجود بیاره، ولی دارم میبینم که روابط آنچنان گل و بلبلی نیست، بلکه کلام برنده هستش، بلکه سختگیر هست این شخص با رقیب. و اینکه دارم میبینم که به هر حال حتی هر چقدر که سعی میکنه که یک تعادلی رو به وجود بیاره، اینجا دارم میبینم که این تعادل متاسفانه به وجود نمیاد، چرا که واقعا من مهربانی نمیدم، بیشتر از احساسش فاصله میگیره، شاید توهی هست از احساس نسبت به رقیب، برای همین هستش که به این صورت هستش. زخم روحی اینو داره که طرد شدن رو زخم روحی بالاخره هر کسی داره و در شخص مورد نظر شما بیشتر هستش. حالا دارم میبینم که اینجا رقیب، دارم میبینم وابستگی های رقیب زیاد هستش، شاید وابستگی های مادی داره، وابستگی های عاطفی داره و دارم میبینم که رقیب واقعا در غمی هستش، مثل غم جدایی هستش. احساس میکنم که بینشون بسیار شکراب هستش و اینکه شاید از هم جدا شدن یا در حال جدایی از همدیگه هستن. دارم میبینم که خیلی حالت دفاعی داره، جلوی پاشو نگاه میکنه، مواظب هست، چون فکر میکنم که وابستگی های این میون وجود داره. اینجا دارم میبینم که حالا ممکن هست مسائل مادی بین شخص مورد نظر شما و رقیب وجود داشته باشه، یک مسئله مشکلی هستش توی زندگیشون دوستان. خب دارم میبینم که احساس اگر هم وجود داشته، الان دیگه احساس مشکل شده. شخص مورد نظر شما فکر میکنم که احساس میکنه که این شخص در سرنوشتش بوده، باید چیز مسئله در کارماش بوده و باید مسئله رو با اون زندگی میکرده. این در حالی هستش که رقیب پر از امید و آرزو حسش این بوده، اونم فکر میکرده که واقعا شخص مورد نظر شما در بخت و تالش بوده و اینکه یک زندگی درستی رو با هم خواهند داشت، که دارم میبینم که اینجور نیست، چون شخصی هستش که در یک غم و در یک عزا هستش و آدمی هستش که به خاطر شاید نیازهاش در این رابطه هستش، رابطه ای هست که در اون باید تصمیمی گرفته بشه دوستان. خب بریم ببینیم که هر کسی چه کار میکنه. من این کارت ها رو یه مقدار بالاتر بکشم که کارت ها دیگه جا داشته باشن، چون عزیزانی بودن که گله کرده بودن. متاسفانه تابلوهای من یه وقتایی یه مقدار بزرگ هستن و اینکه دید دوربین یعنی نمیتونم همه رو بندازم و اگر بخوام همه رو بذارم کارت ها کوچیک میشن و نمیدونم یه جور دیگه دیگران ایراد میگیرن، عزیزان ایراد میگیرن. خب به هر کاری کنم همه رو نمیتونم خوشحال نگه دارم. خب بریم ببینیم کارتای بعدی رو دوستان.
کارت بعدی دارم میبینم که شخص مورد نظر شما شخصی هست که واقعا پر از استرس و استراب هستش و رقیب دارم میبینم که آدمی هستش که واقعا دل رو داره به دریا میزنه و اینکه میخواد یک شروع دوباره داشته باشه. دارم میبینم که به هر حال مسائل توی زندگیشون آنچنان درست نیست، خلأهایی وجود داره در رابطهشون و اینکه دارم میبینم که این شخص داره خودش رو میکنه. فکر کن جنگل هم بیابان بود از روز رخص، یا عین خیالش نیست، اصلا به طور کلی خودش رو به دنده بیخیالی میزنه، یا اینکه داره خودش رو واقعا میکنه از این رابطه. بریم ببینیم کارت های دیگر رو با هم دیگه. بله دوستان، توجه کنید شخص مورد نظر شما در یک خود درگیری هست در ارتباط با رقیب، احساس شکست میکنه، احساس میکنه که نمیخواد اشتباه کنه و کاسه چه کنم دستش هست، چه کار کنم که آسیب کمتری بخورم یا به چه ندایی گوش بدم، به چه حرفی گوش بدم. موقعیت های مختلف رو داره تصور میکنه، یا اینکه آدمی هستش که خودش برای خودش در سرش فیلم میسازه و اینکه عرصه رو به خودش داره تنگ میکنه. از جانب دیگه رقیب دارم میبینم که آدمی هستش که متعهد، ممکن هست این دو نفر در یک ازدواجی باشن. من این کارتا رو هم ببرم بالاتر. ممکن هست در یک ازدواج، اگر در یک ازدواج باشن، دارم میبینم که به ازدواجش این شخص دلش میخواد یک شانس دوباره بده، وگرنه دارم میبینم که به هر حال آدمی هست متعهد باشه که میخواد خودش رو بکنه، ولی دارم میگم بارش خیلی سنگین هست. ممکنه شخصی هست که در یک افسردگی داره به سر میبره و اینکه دلش میخواد بار سنگینش رو پایین بذاره. ببینید اگر در یک ازدواج هست، در یک تعهد هست، در هر چیزی که هست دیگه نمیکشه رقیب، واقعا خسته هستش. اینجا دارم میگم شخص مورد نظر شما واقعا این رابطهش با رقیب در یک تابوت هستش، یعنی که واقعا مشکل شده، واقعا طاقت فرسا بر شده. و ببینیم که اون شخص رقیبم دارم میبینم که به دنبال یک استراتژی هست، به دنبال راهی هستش، راه فراری هست، حالا فرار که نه، راهی هستش که بتونه خودش رو آزاد کنه. اینجا موضوع وابستگی ها هستش، موضوع نیازمندی ها هستش دوستان، وگرنه دارم میبینم که رابطه شده برای دو نفر، رابطه طاقت فرسا. ولی برای بی اکثر عزیزانی که شما دارین این فال نگاه میکنین، برای همه نه، باز نقطه میذارم، نقطه پررنگ میکنم، شخص مورد نظر شما در یک تعهد قوی هست، مثل ازدواج با این رقیب. برای بقیه ممکن هستش که نباشه دوستان، ولی برای یک سری ها به این صورت هستش و دارم میبینم که مسئله برای شده طاقت فرسا. به هر حال آدمی هستش که دارم میبینم که در گذشته چه کار چی بوده که خودش شاید به دام افتاده. خب عزیزان دل، این فایل شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فایل دیگه، خدا نگهدار دوستان. سلام به دوستان و عزیزانی که سنگ قرمز رو انتخاب کردن. دوستان با همدیگه ببینیم که چه خبر هست در ارتباط با رقیب و شخص مورد نظر شما. عزیزان دل، ازتون خواهش میکنم اولا مطمئن باشین که رقیب دارین این فالو نگاه میکنین، و دوم اینکه دوستان ازتون خواهش میکنم که به دل نگیرین. به هر حال این فال ها فال های عمومی هستن، اینو مجبورم بگم به خاطر یک سری از عزیزان ممکنه خودتون رو مریض کنین به خاطر این فال ها. و دوم اینکه و سوم اینکه دوستان ازتون خواهش میکنم حتما لایک کنین. ببینیم چه خبر هستش در انرژی ها دوستان. من اولین کاری که میکنم یک انرژی از حالت های شخص احساسی شما و اینکه رقیب رو برای شما میریزم. ببینیم که چه خبر هستش. توجه کنید دوستان، شخص مورد نظر شما شخصی هستش که داره برای آینده خودش رو آماده میکنه. حالا کارت‌های دیگه میان به اون میگن چه آینده‌ای هستش. این در حالی هستش که رقیب بیشتر در مسائل سبک هستش و خیلی آدمی هستش وابسته به خانوادهش هستش. اوکی،
ببینیم که کارت های دیگه در ارتباط با رقیب و شخص مورد نظر شما بهتون چی میگن. من کارت ها رو مخلوط میکنم و از تاروت استفاده میکنم. هر خطی رو که میریزم همون خط رو براتون دوستان میخونم. خب بریم ببینیم چه خبر هشه، چه آینده داره، آینده چه کار میکنه، بمونه بره چه کار کنه، و رقیب هم که توی مسائل سبکبال با دوستاشو خوب و خوش و خورم. خب ببینیم کارت های دیگه. بله باز هم همین کارت داره تاکید میکنه در ارتباط با رقیب. دارم میبینم که شخص مورد نظر شما در ارتباط با رقیب دوستان اولا خیلی امید و آرزو داره، امید و آرزو داره. دو تا آرکان ماژور براش افتاد. اینجا دارم میبینم که شخصی هست، رقیب براش شخصی مهم، بهش این شخص فکر میکنه و فکر میکنه که با گذشت زمان میتونه خیلی از مسائل رو بین خودشون بهتر کنه. احساس میکنه که رقیب شما اون ملاکایی که یک شخص برای یک رابطه باید داشته باشه رو داره فعلا. حالا ببینیم کارت بعدی شخص رقیب به چه صورت هستش. ببینیم برای دوتاشون چهار تا آرکان ماژور افتاد اینجا دوستان، چهار تا تاروت کبیر افتاد. نمیدونم بهتون بگم که این رابطه برای دو نفر یک رابطه الکی هستش، رابطه‌ای هستش که برای دو نفر احساس میکنم رابطه مهمی هستش. برای اینکه دارم میبینم که رقیب به دنبال یک رابطه ساده میگرده، این رابطه رابطه ساده هستش، رابطه روشنی براش هستش و رابطه هستش که در اون دوست داره که به تعهد برسه. برای یک سری اگر در ازدواج هستن دوست داره این ازدواج رو نگه داره، اگر در ازدواج نیستن دوست داره که همون خانواده رو بسازه. رابطه هستش که در اون برحال به دوتایشون من احساس میکنم که بد نمیگذره. خب من کارت های دیگر رو میکشم ببینیم که کارت های دیگه چه توضیح بهتون میدم. دوتاشون میخوان برحال به یک سمت ساخت و ساز اینجا دارم اینم حرکت کنم. خب بریم ببینیم اینجا. آره شخص مورد نظر شما خیلی استراتژی داره، آدم خیلی خیلی باهوشی هستش، زرنگی هستش، آدمی هستش که پشت سرش تو مغزش یه نقشه هایی داره برای رقیب. اوکی موقعیت خوبی گیر آورده، آیا نمیدونم به چه صورت هستش، چه چیزی از نظر کاری رقیب کمکش میکنه، چه چیزی هستش که اینجا برای آینده ممکن است برای آینده میسازم. امید و آرزو دارم میتونیم با همدیگه آینده داشته باشیم، چون من منفعتی در این موضوع ممکن هست داشته باشم. و رقیب دارم میبینم اینجا کسی هستش که خودش فکر میکنه که شخص مورد نظر شما شخص دیگه رو در سر داره، همونجور که خود رقیب کسی دیگه ای هم ممکن از اون زیر میرا باشه. با اینکه روابط دارم اینم خوب هستش، من احساس میکنم که در خط اول به من اینو داره نشون میده که هر کسی این رابطه رو الکی نمیگیرن، ولی هر کسی منافع خودش رو هم در نظر میگیره، مثل یک شرکت میمونه تقریبا میتونم بهتون بگم. ولی به هر حال اینجا خوبی و خوشی دارم میبینم، خوبه، خوش، جشن دوست، فامیل، خانواده است، حالا به هر صورتی هر چیزی که هست. خب بریم ببینیم کارتای دیگر رو با هم دیگه. شخص مورد نظر شما از گذشته میاد که آدمی بوده موفق دوستان، هم از نظر مالی دارم میبینم آدمی بوده که مادیات براش خیلی مهم بوده، موفقیت هایی رو داشته. این در حالی هستش که دارم میبینم رقیب هم در یک رابطه بوده که در اون از اون رابطه زندگیش هم خوب بوده، راضی بوده. ببینین دو نفری که دور همدیگه دارن میگردن اینجا. خب حالا
در گذشته، در زندگی گذشتهش، شخص مورد نظر شما دوستان دارم میبینم که از نظر احساسی به یک بلوغی رسیده بوده و اینکه نگاهش رو روی زندگیش عوض کرده، به یک ایستی توی زندگی احساسیش در واقع رسیده بوده، یک جایی که رسیده دیگه نمیتونسته ماورای اون حرکت کنه و بره. این در حالی هستش که رقیب دارم میبینم کسی بوده که اون هم به یک بستگی بوده، یعنی حساب کنید دوتایشون احساس میکنم که در یک انرژی هستن، مثل این مونه که دو نفری که با هم از قبل هم داشتن زندگی میکردن با هم بودن. ببین توجه کنه این دو نفر دوتاشون به یک بنبست رسیدن توی زندگیشون و یکیشون وابستگی هایی در شخص مورد نظر شما وابستگی هایی در زندگی احساسی قبلیش بوده که دست و پاشو بسته بوده. این شخص رقیب دارم میبینم که پنهان کاری هایی در زندگی گذشتهش بوده و اینکه حس ششمش بالاخره بهش میگفته که اون رو در یک اطلاعاتی رو بهش میداده و اینکه اون رو در یک بستگی گذاشته بوده. خب ببینیم کارت های دیگر رو. ممکنه که رقیب از وجود شما کاملا مطلع هست و خیلی به شما فکر میکنه و شما رو حالا ببینیم چی هستش. حرف از ممکن هست جابجایی و حرف از حتی مهاجرت بزنه اینجا برای من. شخص مورد نظر شما ممکن هستش که در گذشته جابجایی داشته، خب جابجایی خیلی اساسی در زندگیش داشته، تغییر خیلی بزرگی در زندگیش به وجود آمده بوده و ببینیم که شخص اونم تصمیمی رو گرفته بوده. شخص رقیب تصمیم اساسی برای زندگیش دوستان و به یک دوره از زندگیش خاتمه داده بوده. با اینکه اینجا جالب اینجاست که حال من بد نیست برای رقیب، در رابطه ای هستم که اون شخص شاید رقیب هستش که به هر حال خودش رو در شرایط سختی دیده به خاطر که اون هم رقیب داشته که باعث شده که از زندگی که در اون بوده بره و راهی جز این نداشته، به یک بنبست رسیده و تصمیم این بوده که این رابطه تمام بشه. حالا در گذشته و شخص مورد نظر شما دارم میگم آدم موفق، آدمی بوده که از نظر احساسی به یک بنبست های رسیده بوده و نمیتونسته، دست خودش نبوده، خب نمیتونسته با بیشتر از این جلو بره و باید خیلی شاید دیدش رو عوض میکرده و تغییر اساسی حتی در زندگیش اینجا دارم میبینم در گذشته به وجود اومده بوده. خب بریم ببینیم با هم دیگه دوستان از نظر احساسی حالا نسبت به هم دیگه به چه صورت هستن. از نظر احساسی دوستان دارم میبینم اینجا احساس خوشبختی میکنه شخص مورد نظر شما در ارتباط با رقیب، خوشحال هست از آنچه که داره با رقیب و رقیب دارم میبینم که اینجا محبت داره نسبت به اون شخص، میبینی محبت داره. عشق من نمیبینم ولی حال خوب میبینم، احساس میکنم که این دو نفر یه کارایی دارن میکنن که یعنی حساب کتابشون بین همدیگه پیدا هستش. اوکی بریم ببینیم کارتای بعدی رو با هم دیگه. عشق بزرگی رو من نمیبینم ولی میبینم که دو نفری هستن که حال همدیگه رو تا یه حدی دارن خوب میکنن. خب بریم ببینیم. جالب اینجاست که بدون این شخص مورد نظر شما با اینکه حالش خوبه ولی آنچنان مطمئن نیست به این رابطه و منتظر ببینه چه پیش خواهد آمد که بخواد تصمیمش رو بگیره. ببینید داره خیلی با خودش در ارتباط با رقیب فکر میکنه و صبر میخواد بکنه، یک میخواد ببینه که ماجرا به کجا تو کشیده میشه. این از این. رقیب در حالی هستش که اون هم دارم میبینم که خواب رویاش زیاد هستش، موقعیت های مختلفی هم ممکن هستش دیگه سر توی زندگیش وجود داشته باشن. شخصی هستش که به دنبال ببینیم در نسبت به شخص مورد نظر شما نسبت بهش خواب و رویاش زیاد هستش و همچنین دارم میبینم که حرف از این میزنه که بهش گرایش داره، گرایش فیزیکی بسیار بسیار بالایی داره. خب ببینیم کارتای دیگر رو با هم دیگه.
ولی ببینید جالب اینجاست که رقیبم نمیخواد اشتباه کنه. خب میخواد، گرایش زیاد داره، فانتزم زیاد داره، محبت هستش. عشق من ندیدم، ولی دارم میبینم که چه چیزی ازش دوستان اینجا نمیخواد اشتباه کنه. خب بریم کارت دیگر با هم دیگه. خب شخص مورد نظر شما، گفتم عشق من نمیبینم، اینجا کارت احساس افتاد برش. خب و رقیب ولی دو دل هستش، رقیب مطمئن نیستش که به احساساتش نسبت به شخص مورد نظر شما مطمئن نیستش و باید تصمیم بگیره دوستان رقیب. خب شاید یک گزینه دیگه سر راهش هستش و باید تصمیماتی رو در این جهت بگیره. خب بریم ببینیم که کارت های دیگه بهتون چی میگن. نمیدونم چه اتفاقی داره میفته که شخص مورد نظر شما اینجا دارم میبینم دوستان که تحت فشار میبینمش. خب شکش یک باره داره زیاد میشه، ترسهاش داره زیاد میشه و یا اینکه ترس از اینکه و میل به اینکه بخواد یک مسئله جدیدی رو شروع کنه توی زندگیش، خیلی اینجا دارم تحت فشار میبینمش. به چه دلیل که دارم میبینم بهش خوش میگذره، بعد یک باره ترس، فشار، همه اینها زیاد هسته، چون دیدیم که شاید متوجه میشه که رقیب آنچنان مطمئن نیست به این رابطه. حالش خوب هستش ولی آنچنان به این رابطه مطمئن نیستش. باز هم برای شخص مورد نظر شما دو تا آرکان ماژور یا تاروت کبیر افتاده که رابطه بسیار مهم هستش. اینجا دارم میبینم که رقیب ببینید میخواد یک دوستی رو نگه داره، محبت داره نسبت بهش، میخواد یه چیزی رو بسازه با شخص مورد نظر شما، یک خانواده رو تشکیل بده اینا، یه همکاری مثل واقعا یک شرکت من اینجا دارم میبینم. هر چقدر که شخص مورد نظر شما اونجا دارم داشتم اینا خیلی خوشبین بود، هر چقدر رقیب اوکی حال من خوب هست ولی من اون به قول معروف فلفل و نمکی که باید که در دل من باشه شاید نباشه و دوست دارم با تو باشم، با تو حتی مثلا یه خانواده هم داشته باشم، ولی یک رابطه دوستی مثل یک شراکت با هم دیگه داشته باشم. دارم میرم که این رابطه برای شخص مورد نظر شما مهمتر هستش تا رقیب. اینجا دارم میبینم که برحال شک داره، تردید داره، یک باره تحت فشار هستش، بارش سنگین هستش و اینکه نمیدونه چه کار کنه که و میل به اینکه حالا یا راه جدیدی رو شروع کنه توی زندگیش یا اینکه با رقیب سعی کنه یه چیزی رو از اول شروع کنه دوستان. ولی به هر حال رقیب دوست داره که ببینید خانوادهش براش مهم بودن، خانواده اینجا افتاد، دوستاش براش مهم بودن، نگاه دیگران هم براش مهم هستش و همچنین دوستا. اینجا بازم کارت دوستی افتاده و شاید شخص شاید رقیب بیشتر حس دوستانه نسبت به شخص مورد نظر شما داره. رفتن دارم میبینم برای شخص مورد نظر شما و اونم دارم میبینم. اوکی فهمیدم چی شد. من فکر میکنم که رقیب با نفر دیگه یه رو در نظر داره دوستان اینجا.
اوکی. رقیب شخص دیگری رو در نظر داره و اینکه شخص مورد نظر شما متوجه این مسئله میشه دوستان و اینکه باعث واقعا آزارش میشه و باعث میشه که تحلیل قوا بره، باعث میشه اعتماد به نفسش از دست بده. فکر میکنم که احساس میکنه که چیزی ازش دزدیده شده یا اینکه واقعا کلاه این میون سرش میره. همینجوری یواش یواش به سر تو ببرم، نمیدونم به چه صورت هستش دوستان. دارم میبینم که شخص مورد نظر شما از رقیب داره حرکت میکنه و میره دوستان، به خاطری که دلخوری هاش دارم میبینم اینجا زیاد داره میشه و رقیب چون دارم میبینم که اون ممکن هستش که واقعا شرایط برای اونم سخت باشه، شاید کسی دیگه در زندگیش در نظر داره و اینجا حرف از حلقه میزنه، حلقه ای که مشکل داره میشه براش. خب ببینیم اینجا کارتا چی بهتون میگه. 11 13. اوکی، به هر حال این چیزی بود که من در ارتباط با رقیب و شخص مورد نظر شما دیدم و در آینده دارم میبینم که شخص مورد نظر شما بسیار ناامید داره میشه از رقیب. عزیزان دل، این فال شما بود، امیدوارم که تونسته باشم کمکتون کرده باشم. به دل نگیرین فالو، من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه، خدا نگهدار دوستان.